در ایران ما برای آزادی بیان چه جانهایی که از بین رفت قربانی شد و حالا اعتصاب قضا، دوختن لب، ایستادن تا پای جان، اینا البته به زبون آوردنش راحته ها، اما واقعا چی میشه؟ خیلی ها میخوان بدونن چی میشه که یک انسان به جای میرسه که روزها و هفته ها چیزی نمیخوره، یعنی از جانش مایه میذاره تا اعتراض بکنه یا لبهای خودش رو میدوزه، مثل حسین رونقی یا مثل کیانوش سنجری. انسان به کجا میرسه که تصمیم میگیره زندگی خودش رو برای همیشه تموم بکنه در اعتراض به یک ظلم ناتمام در ایران؟ شاید که تلنگری باشه. وقتی ظلم از حد خودش میگذره، وقتی صدای فریاد، صدای داد شنیده نمیشه، وقتی به قول اخوان طبل طوفان از نوا میفته، بعضی از آدما تبدیل میشن به جرقه برای اینکه به خرمن ظلم بزنن، با تن خودشون آتیش به جون دیکتاتور بندازن. بگیرید لطفا. این روزها زیاد از حسین رونقی حرف زده میشه، از کیانوش هم همینطور، ولی کاش به جای صحبت از حسین ها و کیانوش ها مرامشون رو ادامه بدیم، کنارشون باشیم، صداشون باشیم. چرا؟ چون تنها ایستادن، اگر به ایستادن تنهای ما کنار هم منجر نشه، واقعا فقط هزینه میدیم و تغییر آنگونه که باید رخ بده نمیده. هممون باید باور کنیم که همصدایی راه نجات جامعه است. باید باور کنیم که راه نجات ما پیوند خوردن به همدیگه است، شناختن اونایی که با صد روش و شگرد و حیله و کلک و ظلم ما رو میخوان از همدیگه جدا نگه دارن، تفرقه بین ما بندازن. هیچ راهی نیست جز یکی شدن، همصدا شدن. باور کنیم که درد مشترکمون هرگز جدا جدا درمان نمیشود. و اما دوباره بازار خبر هسته‌ای داغ داغ. هفته گذشته شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای قطعنامه رو علیه جمهوری اسلامی صادر کرد. چرا؟ چون جمهوری اسلامی به تعهدش عمل نکرد. البته برای ما مردم ایران این دیگه خیلی عادیه که جمهوری اسلامی کلن هیچ وقت به هیچ یک از وعده‌هاش عمل نکنه، خیلی عادیه. ولی حالا مسئولان مملکت به جای اینکه به فکر تبعات این ماجرا باشن، چی گفتن؟ گفتن غنیزاده رو، ببخشید، غنیسازی رو از نو شروع میکنن. ما که خسته شدیم رسمن، اینقدر این زیر غنیسازیتون رو کم و زیاد کردین، شعله شایی بالا پایین بالا، که کلن شفته شد رفته. واقعا چند ساله با این انرژی هسته و غنیسازی سر خودتون و دنیا رو گرم کردین ها؟ امیر تتلو یادتونه؟ اومد رفت بالای ناو ارتش، خوند برای غنی‌سازیتون. این حق مسلم ما، مسلم ما، خدیجه مسلم ما. با ابراهیم رئیسی عکس گرفت. چی شد؟ رفت ترکیه، بعدش هزار تا کار دیگه هم کرد، برگشت ایران، باز چی شد؟ توبه هم کرد، ولی بازم گوشه زندانه. اینم از غنی‌سازیتون. هنوز که هنوزه دارید غنی سازی میکنید، هی کم میکنید، هی زیاد میکنید. این همت و پشتکار رو اگه برای غنی کردن فهم و شعور خودتون داشتین و البته تلاش برای غنی کردن کشور و جیب مردم داشتین، باور کنید الان ایران هم یه جایی بود مثل هر کشور نفت خیز دیگه، یه جای امن برای زندگی کردن. اما خب فعلا آخوند حاکمه و شرکن سفکن فقط مربوط به پیچ غنی سازی هسته‌ای. خلاصه همه رو هم گذاشتین سر کار، خلاص.